بسم الله الرحمن الرحيم. Who is the Lawwan? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger, so Allah is our return. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين. درس امروز ما و شما سر وسیله، واسطه و شفاعت است. اصلا یک موضوعی را که ما و شما همیشه باید اینجا در نظر داشته باشیم، مسئله فهمیدن اصطلاحات قرآنی هست و ما در این تحقیق میکنیم. ضرور است که ما و شما بحث‌های ما همیشه اکادمیک باشه. لطفا وقتی شما در یک جای اکادمیک قرار دارین، خود درک کنین، بشناسین که من یک انسان هستم، یک محصل پوانتون هستم و اینجا پوانتون است. درسایی که اینجا داده میشه وابسته به کدام گروپ یا مذهب یا طریقه نیست. بنابراین ما قرآن شناسی رو و اصطلاحاتی که از اعتقادات اسلامی در قرآن و سنت هست، او را تحقیقات درباره ازو کردیم، ریسرچ های کردیم. ما استادای پوانتون خلاصه ریسرچ های خود را برای محصلین میتیم، برشان بیان میکنیم. اگر کس کدام نظر علمی داره، کدام نظر داره که او هم تحقیق کرده، بفرمایه نظر خود بگوین. اگر مثلا چیزهایی که ما تحقیق کردیم مطابق فهم ما هست و هر انسان میشه اشتباه بکنه، میشه درست باشه تحقیقش. قاعده اسلامی چی است؟ من اجتهد و اصاب فله اجران و من اجتهد و اخطا فله اجر واحد. یک کسی سعی و تلاش و اجتهاد و سعی و کوشش کرد، خواست مفاهیم قرآنی را یا دین مقدس اسلام یا هر چیز دیگه که است، هر چیزی که مربوط به علم و تحقیق میشه، اجتهاد کرد، زحمت کشید، وقت خود داد، تحقیق کرد، نظریات مختلف مطالعه کرد تا حق بفهمه. اینجا پیغمبر سلامه که اگر کسی اجتهاد کرد و اجتهادش به ثواب بود، لکن به شرطی که این اجتهادش به اساس اخلاص باشه، نه به اساس تعصب، خودخواهی، خود نشان دادن، خود تبارز دادن و یا نظر خاص و شخصی خود بالای مردم تحمیل کردن. یک کس میخواهیم، من میخواهیم یک حقیقت مطالعه بکنم، تحقیق بکنم، خلاصه اونمو ریسرچ و تحقیق خدا بر شما میگم. بنابراین اگر می کس اجتهاد کرد و زحمت کشید، نتیجهش ثواب بود، فله اجران، خداوند او را دو اجر میده، اجر زحمت کشی و اجر رسیدن به راه حق و درست. و من اجتهد و اخطا، اما اگر یک کس دیگه که اجتهاد کرد ولی در اجتهاد خود، در تحقیق خود اشتباه کرد، به حقیقت نرسید، فله اجر واحد، میگه او هم اجر خدا داره، یک اجر داره. چرا؟ به خاطر از اینکه او زحمت کشیده، خواسته به حقیقت برسه ولی نتانسته، بنان خداوند اجرش میده و پاداشش میده. اما کی گناه های زیاد میگیره؟ یک کسی که در نظر خود تعصب داره، نمیخواد حق بفهمه، یک چیزی برش به شکل فرهنگی آمده، مثل که بت پرستار وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله برشان میگفت که شما چرا این بت ها را پرستش میکنین؟ این بت ها صلاحیت عبادت ندارن. میگفت که ما پدرای ما را نمی خسم یافتیم و تو آمدی زده گپای پدرای ما گپ میزنیم، ما این نمی خسم رواج ماست، ما این نمی خسم مذهب ماست، ما این نمی خسم طریقه ماست، این نمی دین ماست، تو امروز آمدی بر ما گپای نو میزدی. بران کسایی که میخواستن به حقیقت برسن رسیدن، و کسایی که نمیخواستن، حتی یهودیا که پیغمبر خوب میفهمیدن هم قبول نمیکردن و دلشان اینال در دین مقدس اسلام اینه میخسم اسلوب است. و ما وقتی که یک چیز را میگیم، خب من اگه اجتهاد کردم، این اجتهاد و نظر ما به نظر شما درست نبود، ما کسی را تحمیل نمی کنیم که حتما تو باید گپای ما را قبول بکنی. خودت اجتهاد کن، خودت تحقیق کن، خودت بگرد، از اقل تو احساساتی بحث نکن که والا ما صاحب استاد اینه میخسم نظرم است و این چطور میشه و چنان میشه. حداقل اگر میگی که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده هست، درست است. انسان از نگاه ما، بحث ما سر اینمی دنیا هست. وقتی که انسان، روح انسان خلق شد،
بعد اینکه در انسان داخل شد، خب این انسان اگر روحش از جسدش جدا میشه، طبعا روحی ازی یا در جنت است یا در دوزخ است. اگر به حساب آخرت میگه کلگی زنده است. قرآن عظیم الشان میگه شما کسایی که شهید است رو فکر میکنید که مرده هستن، اونا نمردن، زنده هستن، لیکن در کجا رزق میخوره؟ در این دنیا نمیخوره. میگه این در رب بهم، پیش پروردگار خود در اونجا رزق میخوره. این حال وقتی که ما میگیم کلگی زنده هستن، پیش ما زنده نیستن. اگر زنده میبود باز خانم از این نمیتونست شوهر دیگه بگیره، خانم شهید از نگاه موتو. یکی که پیش خداوند زنده هست شهید، بله زنده هست. یکی پیغمبرا زنده هست، بله زنده هست. روح کلگی وجود داره، بله داره. اما در قرآن عظیم الشان میگه که اینا از نگاه دنیایی به نظر شما مرده هستن. پیغمبر سمعه که انک میتون، ای پیغمبر تو میموری. حتی در زمانی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد، یک تعداد از صحابه احساساتی برخورد کردن و گفتن کی میگه که پیغمبر مرده؟ هر کس که بگویه من شمشیر گردنش میپرانم. اما حضرت ابوبکر صدیق آمد آیت قرآن خواند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اینمی آیت ما شما نخواندیم که تو هم پیغمبر هستی، دیگر پیغمبرها هم پیغمبر بودن، اونا هم فوت کردن، تو هم میموری. افا امات او قتل لانقلبتم على اعقابکم، اگر این پیغمبر بمره یا کشته شوه، شما باز دین ترک میکنین؟ بناهن پیغمبر وظیفه خود انجام داد، وحی را آورد. مدت زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند سال است؟ 63 سال. خیلی کسایی که میگه زنده است باید نگوی 63 سال دیگه، بگوی که 1300 و چند از امون رو سوال بگوی تا باله، یعنی 1430 سال خواهد از هجرت تیر شده و پیش از هجرت پیغمبر سلم چند ساله بود؟ تا که سرش بحث آمد چل چند سال دیگه هم سرش پرد و خیلی پیغمبر سلم 1500 سال است. یعنی ما بحثای احساساتی نباید بکنیم و انا کوشش نکنیم. من هم کوشش نمیکنم که احساسات خوده سرکس بقبولنم. من یک بحث یک تحقیق میکنم، من برات میگم اینمی تحقیق ماست. میخوایی قناعت حاصل میشه، خوب و خوب نمیشه خانه تابات. اگر قناعت حاصل شد یک دفعه خانه تابات، قناعت حاصل نشد ده دفعه خانه تابات. قبول کردی یک دفعه خانه تابات، قبول نکردی ده دفعه خانه تابات. من مکلفیت و وظیفه خودم من هست یک استاد برات گفتم، شرط نیست که تو چیز کنی. من مثلا یک استاد، شما محصلین انجینری هستین، یک استاد میه برتان 5 منزله را درس میده، تو بسیار جوان و لوکس هستی 150 منزله برنامه ریزی میکنی، یالا بکن. استاد خودم میگه که والا تو نکو، یالا تحقیق کو، یالا بخوان، یالا ریسرچ کو. باز بعد تو بخی نظرات بگو، اما احساساتی برخورد نکو، کوشش نکو که نظریات دانه اترام نیست. بعضی کسا بعضی محصلین عادت دارن وقتی که یک نظر داشت رو میخوان که حتما سر استاد بقبولونه که استاد والا ما تو میگم والا خشی تو شد والا چی نشد. برادر گل، کل مسلمان ها به این، هر کسی که مسلمان است در دنیا به این قناعت داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله 63 سال عمر کرد. در کل کتاب های کل مذاهب برو هر کتاب سیرت رو در مذهبی که میخونی میگه پیغمبر هم چند سال است بود، چند سال زندگی کرده این دنیا؟ 63 سال. سیست؟ بنان پیغمبر صلی الله علیه و آله وفات کردن. سیست نه؟ کل صحابه و آل بیت پیغمبر اتفاق کردن که پیغمبر وفات کرده. بنان گفتن برای پیغمبر باید چی باشه؟ جانشین باشه. ای که جانشین کی را تعیین کردن و چه قسم تعیین کردن، این خودتان کلتان میفهمین. اما پیغمبر فوت کرد. یک نفر میخیزه برای من میگه نه پیغمبر استاد ما دان اتحیات میگم اتحیات لله و صلوات و السلام علیک، یعنی ما نشیست که السلام علیک پیش روید پیغمبر شیچه برش میگه السلام علیک. و این یک روایت است که موتو بر ما آمده، حدیث میخوانیم اینه میخسم آمده که التحیات لله و صلوات و طیبات، اینه میره در نمازتان بخوانین. اما ما میگم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فوت کرده، قبر جمدینه منور است. خیلی وقتی پیغمبر نمرده خیلی قبر جمدینه منوری، قبر کی است؟ قبر کی است؟ یعنی احساسات در عقیده پذیرفته نمیشه. گپای خودم تو خوش داری پیغمبر میگی زنده است، پیش تو زنده است. اما واقعیتش ما هم خوش داشتیم، کاش که رسول خدا صلی الله علیه و سلم زنده می بود، ایواز ما میام در صنف گپ می زد، ما هم قرار میشه چه میگه، من از شاگردش از گپاش استفاده میکردم. ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد و کل نفس ذائقه الموت، خداوند متعال میگه که هر صاحب نفس لذت مرگ می چشه. او هم وفات کرد، ما هم میمریم. رتبیشان عالی تر بود با او کس انکار نداره. وقتی که مقام یک انسان خداوند بلند برده، پس مرا چرا زور بده؟ تو را چرا زور بده؟ اما میگیم که اینمی مقام بلند داخل یک چوکات است، یک چوکات بندگی است.
برن پیغمبر، آل بیت پیغمبر، صحابه پیغمبر، تمام پیغمبران مقامات عالی داشتن. اگر من خود ضابط هستم، فلانی شخص جنرال است، لکن من هم انسان است، مو هم انسان است، بنده هست، معبود نیست. این حال بحثای ما همیشه باید به اساس یک تحقیق، یک قرآن شناسی درست باشه. اما این که تو خودت شخصا چی اعتقاد داری و چی باور داری و چقدر احساسات عالی داری، ای this is not my business، ای به من تعلق نمیگیرن، کار شخصی خودت هست. اما آن چرا تمام علمای اسلام پذیرفتن که پیغمبر صلی الله علیه و آله 63 ساله بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله وفات کرد، برای پیغمبر صلی الله علیه و آله جانشین تعیین کردن و کلگی میگه که اینی جانشین پیغمبر است، اینی فلانی جانشین پیغمبر است. خیلی وقتی که پیغمبر زنده بود خلاص ای ضرورت به جانشین نبود، اینی قبر پیغمبر است. کل مسلمان ها وقتی که به حج میرن، باز به مدینه منوره میرن، در مسجد نبوی نماز میخوان و اونجا میگه اینی قبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. بنان بر یک زنده که از قبر جور میکنه، برای من زنده باشم در زندگی برو برام قبر جور که بگو صاد من میرم قبر تجهیز بهم چی قبر چی خدا خرابت کنه که قبر ساختنه. من زنده هستم، تو رفتی برای من قبر کندی. اگر مردم بس قبر من میکنم. شاید بچه هم بگه نه پدرم نمرده، حالا ما شما میگه نه پدرت فوت کرد، اونم مرده، اون جنازش برای دفنش کردن. خب امروز موضوعی که ما شما میخوانیم موضوع وسیله واسطه و شفاعت است. این مسئله هم بسیاری کسا برخوردهای احساساتی داره. ما تحقیق کردیم از نظر علما و مفسرین از مذاهب مختلف نظریاتی که داشتن گرفتیم. ایناله این نظریات که ما قناعت ما را حاصل کردن، من این نظریات بر شما میگم. این که چند فیصد تو قبول میکنی یا نمیکنی در پوانتون، کس سر کس چیز رو تحمیل نمیکنه. اینی گپ است، اینی ما تو میگم، فلانی تو میگن، دل تو که کدامش اختیار میکنی. قبول کردی خانه تو آباد، قبول نکردی ولی بسیاری معسل است. ما بر شخص مستر درس میتیم، در ختم سمسر ببینیش اون دوباره نماز نمیخونه. خلاص وظیفه ما خو... یک روز مکت یک هلندی جر بحث داشتم و هلندی تقریبا 3 ساعت 3 نیم ساعت مکتش بحث کردم درباره توحید و دین خدا. ساعت سرد سرخان وقتی کشیشیم نان میخوردیم، من گفت خب من نمیخوام که مسلمان شوم. من گفتم نمیخوای نخوای دلت. گفت تو خفه نمیشی؟ من گفتم نه، این وظیفه من است. تو نمیخوای مرا مسلمان بسازی؟ من گفتم من تو را مسلمان ساختن نمیتونم. من تو را مسلمان ساخته نمیتونم. گفت کی مرا مسلمان میسازه؟ من گفتم سعی کن. خداوند متعال و پیغمبر سم گفت که انما علیک البلاغ و علینا الهدى. ای پیغمبر، وظیفه تو تبلیغ است، رساندن حق است، هدایت کار ماست، گفتن کار ما هست، اما هدایت کار کی است؟ کار خداوند جل جلاله است. اگر تو بخوای قلبت به خداوند بدی و بگوی خدایا مرا هدایت کن، خداوند تو را هدایت میکنه. اگر دلیل میخوای فهم قرآن میفهمیم، گفتم من برات تشریح کردم که خداوند ذات یگانه هست، ضرورت به فرزند نداره. ای که مسیحی ها میگن که بچه داره و چطور داره، این دلایل نه عقل قبول میکنه و نه وحی قبول میکنه و نه هیچ پیغمبر و هیچ انسان. ای که تو میپذیری یا نمیپذیری، مسلمان میشی یا نمیشی، اگر به خداوند دست دعا بالا کردی که خدایا بر من هدایت نصیب کن، خداوند برات هدایت میکنه. نخواستی میکنه. ذالک الکتاب، خداوند میگه این کتاب است. کتاب چی است؟ کتاب هدایت است، هدن است. برای کی هدایت است؟ برای متقی. متقی کی است؟ انسانی که خدا از تعصبات وقایه کرده باشه. انسان متعصب اگر در خانه یک مسلمان هم پیدا شوه، او هدایت نمیشه، چون او نمیخواد حق بفهمه. میگه خلاص اینمی چیزی که با پدر ما بر ما گفته، من اینم قبول دارم. متعصبینه که در قریش بودن، وقتی که پیغمبر بهش میگفت که خدا یکی است، میگفت نه من هیچ. میگه من ذهن خدا I closed my mind، میگه من اینو قلف کردیم. سیزنه وقتی که ذهن خدا قلف کرده، اینا حالا چی میگه؟ میگه که وقتی که قلف کرده برش میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله که خداوند یکی است، این بت‌ها خودتان ساختین چطور چنان است؟ میگه نه ما دیگه جل نمیم. حتی در زمان نوح علیه السلام گفت که یجعلون اصابعهم فی آذانهم، کلکای خود در گوشای خود میگیرتن، حتی نمیخواستن که پای پیغمبر را بشنون. آیا یک کافر و بیدینی که نمیخواه حق بفهمه و او کافر و بیدینی که انگشتای خود در گوشای خود داخل میکرد تا سخنان نوح علیه السلام نفهمه و میگفت که بتهایتان اعلان ترک نکنین، سوره نوح علیه السلام بخوانین، آیا او برای شخصیت نوح علیه السلام کدام ضرر رساند؟ آیا پیغمبری نوح علیه السلام متاثر شد؟
نوح علیه السلام امو پیغمبر، نوح علیه السلام دارای امو شخصیت، نوح علیه السلام با اونمو شخصیت عالی خود، ولی اونا انگشتای خود در گوشای خود میگرفتن و در زیر کمپلا و لیافا خود پوت میکردن که ما باید پیغمبر رو نبینیم، گوشای ما نشنوه. وقتی که نشنوه خلاص، آیا نوح علیه السلام چیز نقص کرد؟ نقص کسایی کردن که نخواستن حق بفهمن. اما نوح علیه السلام رتبه شامان، مقام شامان، اینا هر کسی که دعوت میکنه برای حق میگه او مسئولیت خود ادا میکنه. ای که مثلا که چند فیصد او را قبول میکنه و قبول نمیکنه، این وظیفه شخصی هر کس است، لکن خداوند کس را هدایت میکنه که او تقوا داشته باشه و او بخواد به حق برسه و حداقل چیزی که برش گفته میشه در باره یک فکر بکنه که حالا اینی گپا گفته شد، آیا این گپا معقول است یا اینی گپایی که من فکر میکنم این معقول است. اگر گپای من معقول بود خوب است، قرآن را پیشرید بان بیبی که قرآن چی میگه. اگر دیدی که گپای من مخالف قرآن است، مخصنت نیستم، تو خودت دریان میفهمی، پشتوان میفهمی، عربیان میفهمی، انگلیسیان میفهمی، ترجمه های قرآن است بخوان. این حال موضوع وقتی که سر وسیله و واسطه و شفاعت میم، این بحث هم بسیاری کسا احساساتی برخورد میکنن، بعضی کسا هست که تحقیق میکنن، قرآن هم میخونن و با شناخت خود از قرآن عظیم و شان نتیجه میگیرن و مطابق از او عقیده خود جور میکنن. یکی مسئله وسیله هست، دیگه واسطه هست و سومش هم شفاعت است. این حال وسیله چی هست، واسطه چی هست و شفاعت چی هست. اگر ما میخواییم یک چیز رو در آخرت بفهمیم، اول باید رو در دنیا بفهمیم. وسیله در دنیا چی هست؟ وسیله در دنیا چی هست؟ میگن وسیله در دنیا، مثلا یک کس میخواه که اول نمره شوه. خب اگر میخواهی که اول نمره شوی، بر اول نمره گید چی باید بکنی؟ باید شب و روز درس بخونیم، ریاضی را خوب صحیح یاد بگیریم، درس بخوانی، مبادی رو یاد بگیری، ریاضی یاد بگیری، مزامین بخوانی، نوت بگیری، شب و روز درس بخوانی. این همی اعمال خودت است یا این کارا رو من برد بکنم؟ یه اعمال خودم هست. نه، من دوستت هستم، من در پانتونم بسیار رویدار هستم، همی کارا رو بیا پیش من برد بکنم. بس اعمال خودت صحیح نه؟ تشکر. تو اگه میخوای اول نمره شوی چی باید بکنی؟ تو اگه بخوای اول نمره شوی چی میکنی؟ باید درس بخونیم دیگه، فقط باید درس بخونیم. مثلا چه قسم درس بخونی؟ از عدد نرمال زیادتر باید درس بخونی که؟ از عدد نرمال زیاد درس بخونی، باید 24 ساعت درس بخونی، باید نوت بگیری، باید دستن باشی. چرا نمیری مثلا پیش یک نفر دیگه که او آدم خوب است و رئیس 15 مشناسه، او بر 100 نمره بگیره؟ صد خطر کار خوب نیست. کار خوب نیست. سعی کنین. اناله در دنیا وسیله اعمال نه که خود انسان است نیست. یک محصل میخواد که اول نمره شوه، کدام وسیله میتونه او را اول نمره بسازه؟ درس خودش، صحیح است نه؟ بناهن وسیله چی شد؟ وسیله اعمال نیک خود انسان است. در آخرت وسیله چی هست؟ در آخرت هم باید اعمال نیک خود انسان باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه وقت قرآن از این مشانه باز کنی، خداوند متعال برات میگه که والعصر ان الانسان لفی خسر. خداوند قسم یاد میکنه به وقت که او انسان، فکرت باشه که تو به طرف نقصان در حرکت هستی، سبا امتحان میرسه و تو در امتحان اگر به تفاوت باشی ناکام میمونی. کی کامیاب میشه در امتحان؟ کسی که سه عمل کرده باشه، آمنو الا الذین آمنو، ایمان داشته باشه و عمل الصالحات و اعمال صالحه بکنه و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، یعنی مردم دعوت کنه به حق و دعوت کنه به صبر و نیکی ها. بنان ایمان، اعمال و دعوت. ایمان که ایمان داشته باشی، مؤمن باشی به چیزی که در قرآن آمده، اعمال صالحه که خودت یک انسان صالح و نیک باشی، و دعوت یعنی که تو مصلح باشی، یعنی دیگران را هم به طرف حق دعوت بکنی. این سه عنصر میتونه که تو را نجات بده. و این کار خود انسان میکنه یا کس دیگه بر انسان میکنه؟ ها؟ خود انسان میکنه. خداوند متعال جل جلاله در قسمت وسیله بر ما چی میگه؟ خب ببینین. آیت قرآن است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. خداوند متعال میگه ای انسان ها، شما از الله
بترسین و بتاغو الیه الوسیله و به خداوند وسیله بگیرین. این حال ما میگیم که مفسرین کرام درباره و بتاغو الیه الوسیله، اینا که گفته شد که شما وسیله بگیرین، اینا چی وسیله میگیرن؟ آیا وسیله اعمال نیک خود میگیرن و یا وسیله کدام چیز دیگه را میگیرن؟ مفسرین کرام وسیله را چی گونه تفسیر نمودن؟ مفسرین آیا به معنای کمک خواستن از انسان هاست؟ نه خیر. آیا به معنای کمک خواستن بغیر ذات الله جل جلاله از کس دیگه است؟ نه خیر. اینال مفسرین کلمه وسیله را چی گفتن؟ میایم تفسیر جلالین. یکی از مفسرین کرام که تفسیر کرده این آیت شریفه، تفسیر جلالین بسیار تفسیر مشهور است، گفته که وابتغو یعنی اطلبو، طلب بکنین، الیه الوسیله به خداوند وسیله، ما یقرب الیه یقربکم الیه من طاعته، چیز را وسیله بسازن که شما را نزدیک بسازه به خداوند، یعنی طاعت های خداوند. یعنی شما نماز بخونین، روزه بگیرین، ایمان داشته باشین، بالاخره این سبب میشه که شما را به خداوند نزدیک بسازن. تفسیر طبری وابتغوا الیه الوسیله واطلبوا القربة الیه بالعمل بما یرضیه، شما میگه وسیله را بخواین، ای چی است ای وسیله؟ ای وسیله میگه بطلبید برای خداوند وسیله. خداوند متعال میگوید تقرب و نزدیکی به دربار خداوند متعال را به عمل نمودن به آنچه خداوند را راضی میگردانند طلب نمایید. یعنی که وسیله چی هسته؟ وقتی که میخوای خداوند را راضی بسازی، گفته چی گو؟ به عمل نمودن به آنچه خداوند را راضی میگردانند طلب نمایید. عمل نمودن به آنچه خداوند را راضی میسازه. چی خداوند را راضی میسازه؟ مثلا نماز خواندن، روزه گرفتن، اعمال نیک خود انسان، ایمان، اعمال صالحه و دعوت به نیکی ها. صحیح نه؟ شاباش. تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر هم از تفسیرهای بسیار بزرگ است. در اینجا ابن کثیر چی میگه؟ میگه قتاده گفت ای تقرب الیه بطاعته والعمل بما یرضی، شما تقرب بجوین به خداوند به طاعت خداوند و عمل به آنچه که خداوند راضی میسازه. این تفسیر ابن کثیر بود. یعنی عمل به چی؟ عمل به چیزی که خداوند راضی میسازه. چی خداوند راضی میسازه؟ ایمان، اعمال صالحه و دعوت دیگران به نیکی ها. تفسیر بحر محیط، این تفسیر دیگه هست که بزرگترین مفسرین است و چندین قرن تفسیر از کل دنیا چیز دارن. میگه نص علی الجهاد و ان کان مندرجا تحت ابتغاء الوسیله لان به صلاح الارض و به قوام الدین و حفظ الشریعه. میگه منظور از وسیله اینجا اگر چی دیگر اعمال داخل میشه، میگه چون بعدا کلمه جهاد آمده، بناءن وسیله خوب بر رضایت خداوند متعال جهاد در راه خداوند است که تو با دشمنای اسلام و دشمنای حق جهاد بکنی. بناءن جهادم عمل خود انسان است یا کس دیگه میکنه ایراد بر انسان؟ تو بگی من قرار خواب هستم باز خیر است دیگه باز برام چی کنه؟ نمیشه. اعمال نیک خود انسان است. تفسیر المنتخب دیگه تفسیر است، میگه واطلب ما یقربکم الی صوابه من فعل الطاعات والخيرات، میگه چی کنین؟ کار بکنین شما را به طرف خداوند، به ثواب خداوند نزدیک بسازن. من فعل طاعات یعنی طاعت ها را فعل بکنین، عمل بکنین. والخيرات منظور از خیرات در زبان عربی کارهای نیک و خوب بکنین. بران این شما را وسیله تان میشه که شما را به خداوند قریب بسازه و خداوند راضی شوه. و این به خاطر چی میگن؟ چرا که خداوند متعال میگه وسجد واقترب، سجده کو تا که قریب شوی. سجده کو، سجده عمل خودت است. اینا رو ببینید که همه به یک مطلب اشاره میکنن و اون مطلب چی هست؟ تا که وسیله تقرب اعمال نیک خود انسان هست. کلگی میگه که وقتی که میخوای به خداوند نزدیک، مفاتیح الغیب یک تفسیر است. شما ببینید در تفسیر مفاتیح الغیب میگه که اعلم بفهم ای جوان ان مجامع التکلیف محصوره فی النوعین لا ثالث لهما. تمام تکلیفات در دو چیز است. چیز سومی احدهما ترک المنهیات، گفت اول شما چیزهای بد ترک کنید و الیه الاشاره، میگه به طرف اشاره کرده چی کرده؟ واتقوا الله. وقتی که میگه تقوا کنه، میگه در این آیه دو کلمه است. یکی گفته واتقوا الله، منظور از واتقوا الله چی است؟ که شما از کارهای زشت خدا چی کنین؟
وقایه کنین، دوری کنین. و دوم کلمه چی هست؟ گفته که فعل مأمورات، چیزایی که امر شدین او را باید بکنین، و اشاره کرده به او به طرف از او به چی؟ و اشاره کرده به او به قولش و ابتغوا الیه الوسیله. انال مفاتیح الغیب چه خوب میگه، میگه کل کاری که در شریعت است، تمام تکالیفی که بالای یک مسلمان است در دو نقطه نهفته است. نقطه اولیش چی است؟ نقطه اولی است که تو باید کارهای زشت ترک کنی. و او را میگه خداوند جا گفت که واتقوا الله، از خدا بترسین، یعنی خدا وقایه کنین از اعمال زشت و بد. و دیگه آیه دمی آیه چریف میگه کلمه دومی آمده که گفته و ابتغوا الیه الوسیله، یعنی کارهای نیک بکنین. پس اگر تو میخوای که نجات پیدا کنی و تو مسلمان خوب باشی و مسلمان درست باشی و وسیله نجات بر خود پیدا کنی، دو کارا بکو، چیزایی که امرت کرده او را بکو و چیزایی که نهیت کرده اون را نکو. خلاص، این نظر مفسرین است. ببین تفسیر بیضاوی، تفسیر بیضاوی میشناسین؟ ای ما تتوسلون به الى ثوابه و زلفا منه بفعل الطاعات و ترک المعاصی. یعنی میگه وسیله چیست؟ میگه توسط اطاعت ها و ترک گناهان به ثواب خداوند توسل میورزید و خود را به خداوند نزدیک میکنید. ببینیم که تفسیر وسیله چی میگه. میگه وسیله فعیله به معنای یتوسل به و یتقرب الى الله عز وجل من فعل الطاعات و ترک المعاصی. این هم میگه این چی است؟ میگه وسیله که شما را به خداوند نزدیک میسازه کردن اعمال نیک است و ترک گناه ها است. این هم وسیله شد. مفسرین برادرای شیعه ما که مذهب شیعه هستن، علمای از اینا در تفاسیر خود چی نوشته کردن؟ خب اینا هم نوشته میکنن. ببینن که تفسیر المیزان چی میگه. خداوند تعالی در قرآن کریم فرموده، خوب گوش بگیرین، فرموده و ابتغوا الیه الوسیله، حقیقت وسیله به درگاه خداوند مراعات راه خداست، به این که اولا به احکام او علم پیدا کنی و در ثانی به بندگی او بپردازی و ثالثا در جستجوی مکارم و عمل، خب و ثالثا در جستجوی مکارم و عمل به مستحبات، مستحبات شریعت باشی. اینجا صاحب تفسیر میزان این چی میگه؟ میگه حقیقت وسیله به درگاه خدا مراعات راه خداست. وسیله چی است؟ که تو راه خدا را مراعات بکنی، به این که اولا به احکام او علم پیدا کنی، اول احکام خداوند چی کنی؟ به او علم پیدا بکنی، بعد از که علم پیدا کردی در ثانی به بندگی او بپردازی، به خداوند بندگی بکنی، اطاعت بکنی و ثالثاً سوم چی کنی؟ در جستجوی مکارم و عمل به مستحبات. تا میگه مستحبات چیزای خرد خود را که تو به توجه به او توجه نداری، میگی مثلا ریش چرا با نمیخی یک چیز سنت است، یکی گفته مستحب است، گفتنه اگه تو میخوای که وسیله نیک به آخرت داشته باشی، لباس تا هم اسلامی بساز، چهره تا هم اسلامی بساز، درا که در موتر هم میای سبحان الله بگو، الحمدلله بگو، یاد خداوند بگو، یک دونه کاغذم که زیر پایت افتادن امورم مدیر رئیس سایوره نشی. خلاص من ایسی یک مسلمان چیکو اتا امو چیزای مزر که در راه هست محیط زیست هم باید پاک بکنی. ایره کی میگم؟ تفسیر میزان میگم. بریم پیشتر، بریم تفسیر نمونه که ایره مکارم شیرازی تقریبا علمای بسیار بزرگ ایران چندین نفر ایره در چندین جلد نوشته کردن. چی میگم؟ میگه وسیله در آیه فوق معنای بسیار وسیع دارد و هر کار و هر چیز را که باعث نزدیک شدن به پیشگاه مقدس پروردگار میشود شامل میگد که مهمترین آنها ایمان به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و جهاد و عبادت، همچون نماز و زکات و روزه و زیارت خانه خدا و همچون صله رحم و انفاق در راه خدا، اعم از انفاقهای پنهانی و آشکارا و همچون هر کار نیک و خیر می باشد. کوته سنگی داره با کوته سنگی بیش کوته سنگی، کوته سنگی والا ببخشی بدر. خواهش میکنم. همین شورای سیف جمال الدین افغانی دیدی؟ مرکز پخش من نشر سری های اسلامی رو میگی؟ بله بله بله، همین سرک اول دست چپ مرکز کتاب فروشی کابل هم اونجا. تشکر بدر. اصاد باز دمو سرک اول پایین میشه اصاد. خب بچشم پایین میکنم آقا.
بله، انتشارات سید جمال الدین افغانی اولین و بزرگترین مرکز پخش نشر سی دی، دی وی دی، کست های تیپی، کتاب و مجلات اسلامی در شهر کابل می باشد. و انفاق در راه خدا اعم از انفاق های پنهانی و آشکارا و همچنین هر کار نیک و خیر می باشد. این تفسیر نمونه که این مثلا علما نشته کردن، میگن که وسیله که خداوند گفته وابتغوا الیه الوسیله، چی هستی وسیله؟ میگه وسیله کسی کنین هر چیزی که باعث نزدیک شدن به پیشگاه مقدس پروردگار میشود شامل میگردد، که مهمترین آنها چی هسته؟ ایمان به خدا هست. اول باید ایمان به خداوند داشته باشی. اول باید چی داشته باشی؟ ایمان به خداوند داشته باشی، از شرک خودت دور بکنی، بعد از این ایمان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشی که محمد رسول خدا هست، و جهاد و عبادات دیگه جهاد بکنی، عبادت ها رو بکنی، مثل نماز، زکات، روزه، زیارت خانه خدا و همچنین صله رحم و انفاق در راه خدا، در راه خداوند مصرف بکنی از انفاق های پنهانی و آشکارا. یعنی صدقه وقتی که میتی، یک صدقه پنهانی است که مثلا دست راست یک کس را یک فقیر کمک میگی، دست چپت خبر نشه. این حاله انفاق آشکارا چی است که مثلا پیشروی مردم زکات فرضی را میتی، پیشروی کلاگی میتی که دیگران هم تشویق شون زکات بدن. ای هست برادرای عزیز خلاصه نظر تمام علمای اسلام مفسرینه که پیش من تفاسیر شان رو من پیدا کرده رفتم، این رو من رفتم یک یکی از اینا رو تفاسیر شان در زیر ازی خانم این حال تحقیق اینا میره میگه که ما تو بریم وقتی که یک گپ میزنه والا من هم نه وسیله صاحب، ای هست که ما برم پیش فلانی شخص و پایای زور ماچ کنم و باز بگم که تو شخص جان، تو استاد جان مرا برو کامیاب کن، یا تو برو مرا در آخرت کامیاب کن، یا استاد ثقافت تو والا خوب آدم هستی، باز در سر پل سرات دست مرا بگی، یا مرام پشت کلاه ببر من برو کاکا من از سر پلسرات خودم خدا میدن چند دفعه لورد میخورم، چند دفعه مفتم خودم در چی حالت هستم تو آمدی در جان خودم. در اونجا مادر بچه خدا نمیشناسه و بچه مادر خدا نمیشناسه، یا و یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. این روز میگه روزی که انسان از پیش یا و یفر المرء، میگه یک انسان فرار میکنه من امه، از مادر خود، مادر خدا میشناسه لکن فرار میکنه، کال نگه که یک درکات نماز بتی، و ابیه از پدر خود باش، و صاحبتی از همسر خود، و از کل بنیه و کل از کل دوستای خود فرار میکنه که کس از پیش من نگیره. یک کس میبرد میگه ما برد میگم که شاگرد جان تو چقدر خوب آدم هستی، چقدر بر تو زحمت کشیدم، قرار شیشته بودی در صنف تکیه زده بودی، من برد پای عرقایم سر کرده بود برای درس میدادم، ولی خیر است نمی الان من یک رکات نماز کار دارم، یک رکات نمازم کمبود شده، یک رکات اخو میتم برو ساجان آدم خانه تابات هیچ متر نمیشناسم، هیچ صادم نبودی. اینال ده این روز چی به دردت میخوره؟ اعمال نیک خودت است. اگر میخوایی که قرآن عظیم و شان بفهمی، بنا ان وسیله هم در دنیا خوب است هم در آخرت. در دنیا چرا خوب است؟ به خاطر از اینکه در دنیا هم اعمال نیک خود انسان است، هر محصلی که اعمال نیک میکنه این وسیله میشه برای چی؟ وسیلهش میشه برای خوبی هاش. و در آخرت هم خوب است به خاطر از اینکه در روز آخرت هم اینمی اعمال نیک خود ازی سبب میشه برای چی ازی؟ نجات ازی. خب میایم سر واسطه. خب بسیاری کسا میگه که واسطه بازی بکنیم. اینال میایم سر واسطه ببینیم که واسطه چی هست و در دنیا خوب است یا در آخرت خوب است یا خراب است یا چطور است. اینال شما ببینید یک کسی که واسطه میکنه در واسطه چی گپ است؟ در واسطه دو مشکل اساسی قرار داره. تو محصل هستی چرا بر ما واسطه میاری؟ یا تو خائن هستی یا ما خائن هستم. حتما از ما تو دو نفر یکی ما خائن هستیم، و یا ای که یکی ما خائن نیستیم تو مرا خائن فکر کردی. چه قسم مثلا مثال باید بگیم؟ یا تو خودت خائن هستی که در روز درس هیچ درس نخواندی، زحمت نکشیدی، کتاب متابم نخواندی، نوتم نگرفتی، قرار چکرت زدی و گفتی که پوانتون فقط برای ساتری و برای ساتر کردن و برای عیاشی چکرت بزن، تمام روز در موبایلکت خواندنا را ماندی و در پارکا لوده گشتی، پوانتون جای چی هست؟ جای درس است. اگر میخواستی که موبایلت را چالان کنی و موسیقی بشنوی میرفتی اون در خرابات، تو کارهای خرابات آمدی در جای مناجات میکنی، خود جای خرابات نیست، اینجا خود جای درس است. اگر تو احمق هستی، تو لوده هستی، تو بی تربیه هستی، تو
تصادفی کامیاب شدی و حق نداشتی که کامیاب شوی، حداقل یک چهار نفر دیگه خود درس میخونه. اون روز مدام پارک تیم میشون کل مسئولین چند نفر بیچاره مونجا کتابا در پیش شدن و بسیار چیز درس خوانده میرن، دو نفر لوده قرار خوانده نماندن و یارا اذیت میکنن، موبایل خود بلند گرفتن. دلم بود برشان بخیزم بگوی، باز من گفتم این قسمی آدم ها بسیار بی‌تربیه است که اگر برشان بگویم فایده نمیکنن و کلگیری اذیت میکنن. اینال اینی انسانی که تمام روز روز خود تیر کرده و تمام روز خود در فیشن و در ساتیری تیر کردن، اینی انسان احمق بالاخره چی میشه؟ در امتحان ناکام میشه. وقتی که ناکام میشه، اینال به خاطر از اینکه این خود کامیاب بکنه چی میکنه؟ واسطه میکنه. تلفن زنگ می والا فلانی شب فلانی استاد همش هست، یک روز دیدمت که سلام علیکی کردی. ها شب سلام علیکی کردم تو امور یک دفعه بگو برام من، والا ما سینما را بردیم یک 20 نمره اگر کتم کمک کنم چطور کنم شلون کنم. ما استاد چالاک هستیم، در روز امتحان در وقت امتحان تا که نتایج اعلام نکردیم اول تلفن خود گل میکنیم که تلفن میلفونش برام نرسه. دومی است که بگریز که نمی گریزیم میگریزیم و پیشانی خودم بسیاری استاد در وقت امتحان ترش میگیره که هم دوستش هم جرأت نمیکنه که برازی واسطه شد. هست نیست همه تو؟ هناله واسطه چی شد؟ واسطه در دنیا هم خب بنا اندر این واسطه، تو وقتی که واسطه میکنی تو مجرم هستی نیستی؟ هناله هر کسی که واسطه میکنه حتما خودش مجرم است. یا ای که یا ای مجرم نیست، استاد میگه که استاد مجرم است. چرا؟ میگه والا بیادر یک برد بزنم خبر نداری، ای استاد عادت داره که اگر صدام ببری چل میتید ناکامت میکنه. اقا چانس میتید خیلی چی تو کنیم؟ واسطه کن. بناهن ای انسان در چی شک کرد؟ در مهربانی استاد شک کرد یا نکرد؟ اگر تو بفهمی که استاد مهربان است و استاد مثل پدرت است، آیا تو برش واسطه میبری؟ خلاص میگه ما درس خواندیم، زحمت کشیدیم و استادم همی تقاضا را داشت که باید ما درس بخوانم و زحمت بکشم. حالی که ما زحمت کشیدیم 100 نمره میبرم، استادم ظالم نیست، خیانتکار نیست، حق کس را نمیخوره، بناهن استاد هم بر من نمره ما چی میکنه؟ نمره ما بر من میته. وقتی که استاد بر من نمره ما میته، اگر 100 بردم 100 آفرین میته. پس چی ضرورت داری که تو بری واسطه بکنی؟ بناهن در واسطه کی مجرم است؟ یکی از طرفین مجرم است یا مجرم شناخته میشه یا ظالم شناخته میشه. من هیچ ظالم نیستم ولی تو من رو ظالم فکر میکنی. مثلا اگر مثلا ما عادت دارم وقتی که محصل من 95 بگیره پایین امرام برش میتونم میگم باش که 100 شبه که خوب تشویق شبه، اگر 100 گرفت بمینه 100 آفرین، ولی یک نفر از پیش من چی میاره؟ واسطه میاره. مجرده که تو یک نفر پیش ما واسطه آوردی، من میفهم که شاگرد تا بال مرا نشناخت. اگر نمی که تو ندشمنی دارم، هیچ شاگرد مرا بدم نمیه، حتی همون شاگردهایی که بد اخلاق هم است مریض است. مریض ها چند قسم است؟ مریض است. ما یک روز در موتر سوار شدیم، در موتر تونس یک محصول دیدم که قرار شیشته و پایای خود در میسره، اما ماشین که از دستر از این قرام تشتم و پای خودم اینجا مونده و ما در سیت پشت سر هستیم. خب یک کسی دیگه هم در پالوی من شیشته و این محصول قرار پای خود این طرف انداخته هم چیز میکنه. من دیگه شیشته روی خود طرف کلکین یا چیز را کاغذ از پیش مطالعه میکنم خلاص که موتر حرکت کنه برن. یکی از من میگه استاد این محصول است چی کرد؟ پایش را نیدی؟ من هیچ متوجه نیستم که دیگه. میگه سعی کن استاد پایه زیره. آخر من گفتم خب چی کنیم؟ گفت که استاد چرا این کار را میکنه؟ یک محصول پوانتون است، یک کس است که کل دنیا برازی، تمام افغانستان برازی امیدوار هستند که یا آینده این وطن را جور میکنن یا آینده اولادای ما را تربیه میکنن، از اینا استادا میشه یا که این کار را بکنن. خب او بیچاره شعر سعدی را نخوانده بود که سگ به دریای هفتگانه مشوی که چوتر شد پلیتر باشد، خر عیسی گرش به مکه برن که چو بازگشت هنوز خر باشه. او کسی که تربیت 12 سال در مربوطات وزارت تعلیم و تربیت گپ زدن خدا یاد نداشت، یعنی بسیاری کس است 12 سال در مربوطات وزارت تعلیم و تربیت درس خوانده و چندین سال 18 سال در فامیل خود زندگی کرده پیش پدر و مادر خود، تابال آداب گپ زدن و آداب شیشتن یاد نداره. گپ که میزنه فکر میکنه که جنگ میکنه و که میشینه فکر میکنه در هتل بابای ولی شیشته. اینا لو خوب مشکل از است. گفتم برادر جان رای حل ازی چی هست؟ گفت رای حل ازی اتر است. استاد گفت خب چی مشکل دارم؟ گفتم مریض است بیچاره.
گفت نه مریض مریض است معصوم سایکو برادر. هر خدا میخوام میره قناعت بدم که لازمی گپ تیر شو تو بان که من خودم چیز را چرت میزنم در کدام فکر هستم تو اعلام چی کنیم این پشت یک نفر گرفتی. گفت نه استاد علی که من فلسفه ام. گفتم برادر آخر گفتم سایکو برادر جان این بیچاره مشکل داره. چی مشکل داره؟ من گفتم یادت هست که پای شکسته سیز نه پای خدا قات کردن نمیتونه بران وقتی که پای کس قات نمیشه در نماز حق داره که پای خدا سرز بخواد. یا متر از بیچاره ما تو چی خبر داریم؟ یا مریض است بسیار مانده و زله هست حالا هیچ پایش قات نمیشه از این ماندگی و درد دیگه پا اما تو پای خودم اونجا مانده ما تو چی خبر داریم پانش بیچاره پای خودم تو مانده خوب شد خود دوم گفت سیمش گفتم یا مریض اخلاقی است بی تربیه است وقتی که بی تربیه است این هم تو بی تربیه هم مختص شده پیش روی پدر خودم پایش دراز است پیش روی مادرش هم پایش دراز است دیگه استاد چی یک نفر که در قصه پدر و مادر خود نشد در فامیل خود نشد دیگه پشت ما تو چی میگردن این هم یک نوع مریضی است باز قناعت کرد گفت خوصه ایست خلاص یا پایش لنگ است یا پای درد است و یا پایش مشکل اخلاقی داره زدهگ پختگان ناید صدای زدهگ پختگان ناید صدای خروش از مردمان خام خیزد و کسی که خام است یا مثلا انسان مثل دیگ شوله وارسته پخ 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 وقتی که پخ پخ میکنه دیگ شوله تا وقتی که خام است میگه از کثرت خامی است که در جوش و خروش است چون پخته شد و قابل دم گشت خاموش است او مسئله که دیده که مثلا دستش موبایل است خیزک میزنه و دستمال گردن گلزمان در گردن خود انداخته و اتنک میپرته او رو بفهم بیچاره هنوز خام است چی است؟ او خام است بسیاری خدا خودش فکر میکنه یا دانه خودش کنترل کرده نمیتونه همیشه لبایش بسته نمیشه همون خبر دانه کش واده است بفهم بیچاره هنوز خام است هر وقت که پخته شد قابل دم گشت خلاص سرکش خام است کتابکش در دستش است اما تو آهسته آهسته میره واسطه در دنیا کار یا خراب واسطه یا به خاطر از این میکنی که خودت مجرم هستی و یا واسطه بر ما به خاطر از این میکنی که مرا مجرم فکر میکنی و در مهربانی من شک داری مشرکین قریش چی عادت داشتن در واسطه در مسائل آخرت میگفتن صاحب ما روسیا هستیم ما شرمنده هستیم اینی لات و منات و هوبل ای بت ها که هستن چی هستن دوستای خدا هستن ما پیش لات میریم میگم ای لات جان میگه لات کدام آدم بد نبود این دوست خدا بود همین بودایی ها که پیش بودا میرن میگه بودا پیغمبر بود ما میریم پیش پیغمبر پیش مجسمش ما مجسمه از این پرستش نمیکنیم فقط میریم ایره وسیله میگیریم برای چی واسطه خود واسطه میگیریم خب میگن وسیله میگیریم میگه ما ایره پیش خداوند چیز میگم من روسیه هستم من شرمنده هستم اینمی بود دوست خداست خداوند دور است از ما من میخوایم که توسط اینمی شخص رو به خدا به او چی بسازم قریب بسازم قریب بسازم لیقربونا الی الله زلفا آیت قرآن است بت پرستارا وقتی که میگفتن که چرا شما میرین پیش از بت عبادت میکنین میگفت ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا میگفت ما اینا را عبادت نمیکنیم مگر به خاطر از اینکه اینا ما را به خدا چی بسازه قریب بسازه الا تی مناتی فلانی فلانی کلش بت هایی هستن که ما را به خداوند نزدیک میسازه بنا ان ما به خاطر نزدیک ساختن خود به خداوند پیش از بت ها میریم آیت قرآن نازل شد برشان گفت که سعی کن و پیغمبر صلی الله علیه گفت که ای پیغمبر خدا اذا سالک عبادی وقتی که سوال بکنه از تو کی سوال بکنه بنده های ما بنده های بود که بدل خود بت ها را پرستش میکنه و دلشان کسی که بت پرستش میکنه او دلکش بایسته کلکش خب اما گفت اذا سالک عبادی خداوند متعال چی میگه میگه وقتی که ای پیغمبر خدا اذا سالک وقتی که تو را سوال بکنن عبادی بنده های ما عنی درباره ما چرا عبادی گفت بنده های ما میگه به خاطر کسایی هستن که بنده های بندگی خدا را نمیکنن بنده بت ها هستن بنده خواهشات نفسی خود هستن بنده رواج ها و کلتور و عنعنات خود هستن بنده جایی هستن که در اون زندگی کردن بت پرستا در جای زندگی که اینم تو عادت کرده میگه من عادت خود تغییر دادن نمیتونم اینم تو عادت من اینم تو شنیده اینم تو مغزم پر است خلاص دیگه مغزم پر است جی بی های مغزم 100 جی بی داشتم کلش فول شده دیگه من هر قدر که برش کات کنی و پیست کنی قبول نمیکنه ریفیوز میگه نه 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 نو پلیس
خداوند متعال برش گفت که اذا سألک عبادی، وقتی که سوال کرد از تو عبادی بنده های ما عنی، چون مسلمان ها میمیدن در مورد خداوند متعال پرسان میکنن که ما چی تو کنیم، یا خیلی تو میکنن یا خیلی میرن پیش از این اشخاص، ای پیغمبر خدا ما چی کنیم؟ خداوند دور است مثل پادشاه ها وارست که ما بریم پیش پادشاه از طریق وزیرش، سکرترش، رئیس دفترش، ما هم خدا برش پیش کنیم. چون مشرکین همیشه خدا را به کی تشبیه میکنن؟ با مخلوق. میگفتن خداوند مثل پادشاه وارست. پادشاه ها چی عادت دارن؟ عادت پادشاه ها ای است که مثلا من میخوام پیش از این پادشاه برم، نمیتونم پیش از او برم، پادشاه دور است اونجا است، میرم پیش سکرترش بدرک ای مرا خب با مو پادشاه یک چیز کو تو رئیس دفترش هستی، تو خمی مرا کمک بکن، دیگه وزیرش هستی، تو خب رویدار هستی، بسیار خوب آدم هستی، پادشاه ترا میشناسه، اون دیگه بچه کاکایش است، تو خب بچه کاکایش هستی، مرا خب برازم برسان. اینالیا میگفتن که اینا ایلات و منات و هوبل کس یا چی است؟ وزیر و سکرتر و بچه کاکا و بچه مامای خداست، علی عزب الله ما را به خدا نزدیک میکنه. خداوند گفت که اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بنده های من در مورد من پرسان کنن، فا اینی قریب، خداوند گفت من به بنده خود بسیار نزدیک هستم. و باز آیت قرآن دیگه چی میگه؟ میگه و نحنو اقرب الیه من حبل الورید، و ما با این بنده خود نزدیک هستیم از شارک گردن هم کردن. حبل الورید، حبل الورید شارک گردن هم میگن، این شارک در این قسمت است. این حال گفت وقتی که بنده های ما در مورد ما پرسان بکنه، ما با بنده خود از چی کردن نزدیک هستم؟ از شارک گردن که به بنده خود نزدیک هستم. وقتی که خداوند میگه من بر تو از شارک گردن نزدیک هستم و من بنده خود بسیار نزدیک هستم، این حال ما و تو مسلمان چه قسم باید عقیده داشته باشیم؟ آیا از خداوند که کس دیگه بر ما مهربان تر است؟ هست؟ نیست. آیا از خداوند که به ما کس دیگه نزدیک تر است؟ پس ما چرا ذاتی که نزدیک است ایره تر کنیم پیش کسای دیگه بریم؟ چرا؟ شما ببینین، من بسیاری وقتا این مسئله را میگم، یک عقیده که طفل به مادر خود داره، طفل به مادر خود چقدر یقین داره، اینجا گپ در مسائل اعتقادی گپ یقین است، گپ ایمان است، گپ باور است که به جانب مقابل چقدر یقین داره. یک طفل به مادر خود چقدر یقین داره، مادرش یک دفعه که تسلی میزنش باز میره در آغوش مادر خود، مرتبه دیگه باز که تسلی میزنش باز میره در آغوش مادر خود، سوم مرتبه باز میزنش که برو گم شو اوسو برو، باز میره در آغوش مادر خود، بالاخره چهارم مرتبه مادرش میفهمه که اینمی اولاد ما، اولاد ما است، باز از میگه او بچه جان بیا. اینال چرا اینمی طفل پیش زن همسایه نرفت؟ به خاطر از اینکه این طفل یقین داشت. چی یقین داشت؟ یقین داشت که از مادر کده هیچ کسی بر من مهربان تر نیست. بنابراین هر قدر که مادرش را لط کرد باز هم به پیش مادر خود رفت. اما اگر مایندر باشه باز مجبور ای که طفل خدا میزنه، ای طفل میگروزه میره پیش زن همسایه میگه خاله جان مرا مایندر میزنه، باز میگه خوار جان نزن گناه داره، اشتوک است، از خدا بترس، برش بگن هم میگن. پس اینال اینمی یقینه که یک طفل به مادر خود داره. اینال تشبیه نباید بکنیم، اینمو تو یک یقین قوی از این که در قوی تر یک انسان مؤمن موحد به کی داره؟ به خدای عزوجل داره. میگه که هیچ کسی، هیچ پیغمبری، هیچ دوست خدا، هیچ آل بیت پیغمبر، هیچ صحابی، هیچ ملائکه از خدا که مهربان تر نیست. اگر ما بگیم مهربانی حضرت محمد هستم به اندازه کوههای افغانستان است، صحیح؟ اما مهربانی خدای عزوجل ما گفته نمیدونیم به اندازه کوههای دنیا هست، چون مهربانی خداوند هیچ اندازه نداره. پس ما به پیش کی برم؟ او کسی که مهربانیش اندازه داره و یا او کسی که هیچ مهربانیش اندازه نداره؟ بنابراین یک موحد قرآن شناس، حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، آل بیت پیغمبر و صحابه کرام عقیده داشتن که هیچ کسی بغیر از الله به اونا نزدیک نیست و هیچ کسی بغیر از الله به اونا مهربان تر نیست. بنان هر مشکلی که می داشتن می رفتن و می گفتن یا رب یا رب یا رب یا الله یا الله، تو مشکل ما رفع کن، یا الله تو بر ما اولاد بده، یا الله. چون الله جل جلاله بر کلگی مهربان است، بر کلگی. اونم خدایی هست که بر کلگی دو چشم داده. اگر می چشما به دست امریکایی هم می بود نه، می گفت مردم افغانستان هم ما شما رو کل ما رو چی میکرد؟ چشم نمی داد. میگه نمیدونم شما چی میکنین افغانی ها؟ بگردین همون تو ساعتتان تیر باشه، صحیح نه؟ اگر چشم به دست
اروپایی ها می بود نه؟ می گفت ما خود ما سه سه تا چهار چهار تا می گیریم، دو تا پیش روی ما چشم داشته باشیم، امریکایی هستیم، دو تا پشت سر. اما شما افغان هیچ نداشته باشین، اما ذات خدای عزوجل که مهربان است با بالای کلگی بر کلگی دو چشم داد، حتی با سرسخت‌ترین دشمن خود هم بهترین نعمت میده. چرا میده؟ میگه باش که اینمی دشمن من فکر کنه، نعمت ها را ببینه. علامه قرائتی یک عالم بزرگ ایرانی است، این میگه وقتی که اولادت نماز نمیخوان برش نگو که بخی نماز بخوان، برش نعمت های خدا را بیان کن که بچیم این چشمای قیمت از این چشما 40,000 دلار است، برو به بارگاه خداوند سجده کن، تشکری کن از این چشمای، تشکری که از این قلبت، تشکری که از این گوشایت. اگه گوشایت کندگی می بود نمی بودی بغلاش مجبور. یک روز دکترها در این قسمت ها در خالیگاه های گوش در این قسمت هایش مومه گذاشتن. وقتی که مومه گذاشتن، وقتی که نفر صدا میکرد خالد سیز نه؟ او خالد از اون یه صدا میکرد، او پشتر خواست حال میکرد. بنابراین اینمی ساختمانو که حتی نمی گوش تو امیر رسامی و ترسیمی که داره کردن ذات مهربان کرده که بالای تو بسیار مهربان است. گوشای تو، گوشای پیغمبر، گوشای صحابه کرام، گوشای آل بیت، کلگی ساختمانش اینمی قسم بود. کلگی نمی دو چشم داشت. در هیچ کتاب نامده که فلانی نفر چهار چشم داشت، فلانی تا هشت چشم داشت. او خوب بت پرستا هستن که میگن بتای ما مثلا سه دست داره، یک دست اینجا برای جور کرده، یکی دیگه اینجا، یکی دیگه اینجا، یکی دیگه اینجا، یکی دیگه اینجا، یکی قسمی جور کرده نکرده. او خوب بت پرست است. میگه این دوست خدا بود، این هشت دست داشت. ها؟ کدی دست خود بینی خدا پاک کنه، کدی دست دیگه بازی لالو لالو بگه، کدی دست دیگه باز زمین نگاه کنه. این قسمی عقیده بت پرست است. اما ما موحدین چی عقیده داریم؟ کلگی پیروای حضرت محمد صلی الله علیه و آله عقیده دارن که خداوند متعال جل جلاله ذات مهربان است، رحمان الرحیم است. و همیشه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، همیشه میگیم به نام خدایی که بخشاینده و مهربان است. حتی بر دشمنای خود هی کریمی که از خزانه غیب گبر ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که بر دشمنان نظر داری. یعنی ذات کریم است که حتی بر دشمنای خود هم نعمت های بسیار زیاد میده. بنابراین دروازه رحمت خداوند همیشه باز است و ما عقیده داریم که خداوند از هر کس دیگه که بر ما مهربان تر است و از هر کس دیگه که به ما نزدیک تر است و خداوند هر چیزی که بخوایم بر ما میده و هیچ وقت خداوند سرکس ظلم نمیکنه که ما بر تو میتم بر ازی نمیتم، نه بر کلگی همین قسم دو چشم بر تو داده بر ما هم دادن، همین قلب بر تو داده بر ما هم دادن. اگر اینا به دست من می بود ما بالاخره بر چشم ما میدادم، یک چشم برات میدادم، موام چشمک کور یک بغل سایل میکردیم میتم برام رخصت است. اما این خدای رحمان رحیم است که دو چشم لوکس بر تو هم دادن بر ما. این 32 دانه دندان دانه که برادر هر روز برس کرده میری تشکری گوده وادی برس کردن، متوجه هستی؟ به خاطر چی این مویه که تو چپ مثلا بالا بالا زده میرید با خدا شکر این مویه هایت نمیبود کلا یه صدایت میکرد کدو این حالا مویه هایت لکس، چشمه هایت خوبش، بینی بسیار زیبا، چهره بسیار لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چهره زیبا را خداوند بر تو خلق کرده، در دو پای را میری، به دستت غذا میخوری، دستایت، چشمت، کل چیزت کار میکنی، این خلاص. من بیچاره شاید اگر برم یک جای وظیفه بگیرم مرا 10,000 بده تا 500 دلار میده. اینال تو وقتی که اینقدر کمال داری و عقل داری و دانش داری تشکری کن که کی برتی چشم داده، کی برت دست داده. پس این ذات رحمان و رحیم است، هر وقتی که بخوای دروازه رحمتش در مقابلت باز است. اما کی واسطه میکنه؟ کی واسطه میکنه؟ اون مردم های واسطه میکنن که تمام روز دول میزنن، میرخصن، زنا میکنن، جنایت میکنن، اونجا آزان میتن، او قرار اونجا شیشن. به این کسایی که واسطه واسطه بازی میکنن حتما در دلشان یک شک میه که من به خداوند نمیرم، خداوند من پیش خداوند روسی هستم. چرا روسی هستی پیش خداوند؟ چرا روسی ها باشی؟ خداوند میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای کسایی که شما اشتباه کردین یا گناه کردین بگو برشان، کسایی که زیاده روی کردن لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نشین. خود ناامیدی کفر است. تو که میگی من روی سیاه هستم و ناامید هستم و خدا مرا نمیبخشه، اینمی خودش بیدینی و گمراهی است. لا تقنطوا گفتم من رحمت الله، خداوند تمام گناه ها را میبخشه. اگر اشتباه هم کردی این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز هر صد دفعه هم اگر توبه شکستی خداوند دروازه رحمتش باز است. اینا میله اگر گناهی که تو 12 بجه شب دیشب کردی اگر ما بفهمم دستن فهم نمیمونم، اما خداوند صدها مرتبه در گناه ها صدها گناه را دیده، لکن خداوند رحمان رحیم است، ستار است، ستر میکنه کل گناه های انسانه. گناه انسانه
ستر میکنن. پس ما به او ذاتی که ستار است، رحمان است، مهربان است، از هر کسی که مهربان تر است، چرا به او رجوع نکنیم؟ اینال کسایی که واسطه میکنن و میگن من میرم پیش فلانی شخص، این شخص دوست خدا هست، این که مشرکین میرفتن بود پرستا پیش لات و هوبل و منات، یا مشکل داشتن در نزدیکی خداوند، خداوند از ما دور است، ما میخوایم توسط از هوبل، توسط لات خدا به خدا نزدیک بسازیم. ما روسیا هستیم، این دوست خداست، این ما را نزدیک میسازه. یعنی خداوند مهربان نیست، ما توسط هوبل مهربانی خداوند به خود جلب میکنیم، در حالی که خداوند میگه نه، مهربانی ما چه وقت به تو جلب میتونی بکنی؟ وسجد وقت ترب، سجده بکن خدا به خدا چی کن؟ این سجده نمیکنن، نه نماز چی کنیم؟ برو برادر هیچ نماز نمیخوانیم. خدا میگه سجده کن که قریب شوی، میگه نه هیچ نماز نمیخوانم، با خدا خدا نزدیک میسازم. این شد موضوع واسطه، که واسطه در دنیا هم چیز بد است و در آخرت هم بد است. یک نقطه که شفاعت است. شفاعت چی هست؟ اول این باید در نظر داشته باشیم که شفاعت در روز قیامت است. در دنیا شفاعت شفاعت نیست. بت پرستا بسیاری وقتا پیش بت های خود میرفتن، میگفتن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، میگفتن پیش بت ها چرا میرین؟ شما قرآن رو بخونین، در قرآن از ایشان چی میگن؟ میگه بت پرستا میگفتن که این بت ها شفاعتگرای ما پیش خداوند است. خداوند برشان میگه که یا چیکارا هستن که پیش خداوند، پیش خدا یا گپ زدن نمیتونن. این بت ها را که سنگ است، این کلش یا ایزم دوزخ هستن. این بت ها و قودها الناس و الحجاره، یا ایزمای دوزخ هستن. این سنگ ها کلش از دوزخ افتادگی است، تر شفاعت کردن میتونن؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کی میتونه پیش الله جل جلاله شفاعت بکنه؟ الا باذنه، مگر به اجازش. از این خاطر ما در احادیث میخوانیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله حتی در روز قیامت وقتی که میخواد که مردم شفاعت کنه، مردم میرن کلگی پیش آدم علیه السلام، برش میگن که ای آدم علیه السلام، تو ابوالبشر هستی، تو بسیار اولین شخص هستی که خداوند متعال تو را خلق کرد، تو بر ما شفاعت بکن که بسیار وضعیت خراب است، عرق است، گرمی هست، کمی ترازوی میزان گذاشته شد، جنتی به جنت بره، دوزخی به دوزخ بره، هر کس پشت کار خود. حضرت آدم علیه السلام میگه بری 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 بری، نفسی نفسی، من در غم جان خدا هستم، برو رایت بگی. باز میرن پیش نوح علیه السلام، ای نوح علیه السلام، تو آدم بسیار خوش، شخصیت بسیار عالی هستی، تو بسیار خوب آدم هستی، تو بسیار آدم خوب هستی، تو بر ما چی کن؟ شفاعت بکن. نوح علیه السلام چی میگه؟ نوح علیه السلام برش میگه که نفسی نفسی، من در غم جان خود هستم. پیش ابراهیم علیه السلام میره، ابراهیم علیه السلام هم چی میگه؟ میگه نفسی نفسی، من در غم جوان خود هستم، نفس من در غم نفس خود هستم، که باش من خودم چطور کنم خداوند متعال بر من. بالاخره میاین پیش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، و حضرت محمد هم عقیده داره که خداوند متعال برش گفته که ولسوف یعطیک ربک فترضا، خداوند بر تو چیزهایی را میده که باز تو راضی میشی. پیش حضرت پیغمبر هم میره، ادب یاد داره، ادب چه قسم ادب یاد داره؟ راسن میخیزه و میره در مقابل خدای عزوجل در این میدان حشر، کل مردم چیز میگه، میره سجده میکنه، میره به دربار خداوند سجده میکنه. وقتی که سجده میکنه، خداوند متعال برش میگه بلند کو سرته، اینجا جای سجده نیست، حالا روز روزه محاسبه است، مثل که تو کتاب نخوندی، حالا کتاب پیشویت ماندگیست، نه قرار کتابه کمانی ده اینجا اینه با نمی فلمه کسل کنیم، نه باز در روز امتحان وقتی که نزدیک امتحان است، تو میخوای که استاد یک دو دقیقه بخوانم همینه، نه حال دیگه وقت خواندن ختم است، حال وقت امتحان است. در روز قیامت خداوند متعال برش میگه که حال وقت سجده است، بلند که سرت، حال وقت پاداش است، حال وقت محاسبه هست. چی میخوای پیغمبر خدا؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلام، خداوند عالم غیب است و میفهمه که پیغمبر چی میخواد. پیغمبر صلی الله علیه و آله بلند کوسرت میگه پروردگار، اگر امی ترازی میزان گذاشته شود که بنده ها از این مشکلات در مشکلات روز قیامت که هستن از این مشکل خلاص شون. روز قیامت فی یوم کان مقداره 50 الف سنه مما تعدون، اونجا خو آفتاب مهتاب امروز نیست که ما تو شب و روز حساب کنیم، لکن در آیات آمده که یک روز قیامت به اندازه 1000 روز دنیا هست، 1000 سال، یعنی روز بسیار طویل است، یا به اندازه 50000 سال است، بسیار روز طویل است، چون اونجا این آفتاب امروزی و زمین نیست که ما بگیم که زمین به گرد آفتاب میگرده و 24 ساعت دیگه باشه، خلاص اونمو روز روز قیامت است، روز محشر است، خلاص نشوست و نروز است، اونم یک حالت است، کلگی منتظر است، روز طویل است که تا کلگی منتظر. بالاخره میگه پروردگار خداوند متعال جل جلاله امر میکنه این آل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینجا خداوند متعال میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه،
کی میتونه که پیش خداوند متعال شفاعت بکنه مگر با اجازهش؟ بله با اجازه خداوند میگن. بنا اندر روز قیامت شفاعت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، با صحابه کرام، با آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بر شهدای حقیقی که در به خاطر اعلای کلمت الله شهید شده باشند، بر مجاهدین اسلام که در راه خدا به خاطر اعلای کلمت الله به ضد کفار جهاد کرده باشند، بر انسان‌های حافظای قرآن، بر علما، بر شخصیت‌های با تقوا، هر کس مطابق رتبهش خداوند بر چی میده؟ حق شفاعت میده. خب انال موضوع است پیش خود پرسان کنیم چه قسم شفاعت میکنه؟ مثلا یک نفر است کل زندگی خود مثل زندگی رسول گرامی اسلام سپری کرده، لکن از پیش اشتباه شده، غلطی شده، سهوه شده، بعضی گناه ها را کرده، مستحق عزیز که یک دو روز دوزخ بره. پیغمبر هم شفاعت میگه، میگه پروردگارا این امت ما هست، اونسکو اورنجایش سکو تا اینجا، میگه امت خدا پیغمبر هم از آثار وضو میشناسن، میگه مثل اسب دیگه کل چهره انسان سیاه میگردن، روی انسان و دستای انسان که تا قسمت های میگه تو وضو که کردی اورنجای تا نشو، اگر میخوای که سفیدی در روز قیامت زیاد شوه بالا عین قسمت های تو که تا وضو بشوی تا که سفید به این نیت اگه بشوی ثواب داره، فرض که تا به اینجاست، اما اگر میخوای که چیز شوه این قسمت هاشون کل شوه پرتو تا که شوه پایات که ششتی آثار چی هست او آب وضو هست بل 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 روشن میشه، اما دیگه اعضای بدن انسان سیاه هست. خب در روز قیامت پیغمبر هم از اینمی چهره ها امت خدا میشناسن، میره که در عذاب است چی کرده اونجا ملائکه ها برش میگن که بیچاره دیگه کارا رو کلش کرده اونه نشان میده در پروژکتور کل اعمالش معلوم دار است، اعمال نامش است، مگر دو روز باید دوزخ بره. میگه یا پروردگارا همین امت ما دو روز دوزخ نره، خیر است میره ما شفاعت شم میکنم. این حالا آیا ما کاری کردیم که شفاعت پیغمبر بر ما جذب کنه؟ او کسی که مثلا پیغمبر را داش نام میده و در مقابل پیغمبر بی ادبی میکنه و به غیر از خدا، حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها چی گفت؟ گفت یا فاطمه بنت محمد، ای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم، اعملی لنفسی که برای نه برای خود خودت عمل بکو، ان لا اغنی عنک من الله شیئا، من نمیتونم که اگر تو خودت عمل نداشته باشی من بگم که برو من دختر پیغمبر هستم. پسر نوح بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد، تو نکنی مثل پسر نوح واره که خاندان نبوت گم کنی. از این خاطر با تقواترین زن در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، از همه که تقواش زیاد بود، حتی میگفت که مرا شو دفن کنین تا که ای که کس جسد مرا نبینه. اجاب و ستر و حیا و ایمان و تقوا کلش در وجود ازی بود. نه بخواد بی بی فاطمه رو بیچاری کسا نمیشن، بیچاری کسا فکر میکنه والا بی بی فاطمه به خاطر از این مقام عالی داشت که دختر پیغمبر بود. شاید دختر پیغمبر بودنش هم یک شرف است، لکن خودش با شخصیت عالی و ایمان قوی که داشت از او خاطر او بی بی فاطمه بود و سیده زنهای جنت است، یعنی رهبر زنهای جنت است بی بی فاطمه و بی بی خدیجه و بی بی مریم سلام الله علیه اجمعین. اناله حتی پیغمبر نمیتونه برای یک مشرکی که شرک آورده باشه و با خداوند کسی دیگه در عبادت یا در طاعت شریک کرده باشه، حتی نمیتونه که بسیاری دوستای خدا شفاعت بکنه. ها دوستش که ایمان برده باشه، با ایمان مرده باشه، ولی اشتباهاتی کرده باشه از امتش هر کسی میتونه. بی بی فاطمه میخواد شفاعت بکنه، شفاعت کی رو میکنه؟ شفاعت کسی رو میکنه که زندگی خدا مثل زندگی بی بی فاطمه سپری کرده باشه، حجاب بی بی فاطمه در سرش باشه، لباسش مثل بی بی فاطمه باشه، آرزویش مثل آرزوی بی بی فاطمه باشه، زندگی 24 ساعتش مثل بی بی فاطمه باشه. بازو میره میگه خدای اینی دختر مسلمان مثل ما و کل زندگی خدا ساخته بود، لکن بیچاره اگان اشتباه داشت، اما یک دختر که تمام زندگی خود مثل اوندو واره سپری کرده، چادرش چادر اوندو، داروسی سرلوش در مقابل مردم استاد میشه، بازی هم منتظر شفاعت از اونا هست. این انسان باید ما خود ما از خود پرسان کنیم، من چند فیصد میتونم که شفاعت از اونا را به خود جذب کنم؟ و شفاعت از اونا به شکل جذب میشه که تو سیرت از اونا را در سیرت خود تطبیق بکنی، شخصیت از اونا را در شخصیت خود تطبیق بکنی. اونا به خاطر امام حسین، به خاطر رضایت خداوند خدا شهید ساخت، به خاطر از اینکه یک ظالم در سر قدرت نباشه خود و فامیل خود به شهادت رسند. پس تو باید زندگی تا شخصیت تا مثل شخصیت امام حسین داشته باشی. امام حسین در لحظه که میگه زخم دیده بود، کل بدنش میگه زخم خورده بود و خون از بدنش جاری بود، پرسان کردن که وقت نماز داخل شده؟ گفتن بله وقت نماز داخل شدن. یا الله گفت جای نماز عوار کنین، به نماز سجده کرد در وقتی که خونا از بدنش میریخت، لکن نماز خود ترک نکرد. و تو میگی که والا من پیرو امام حسین هستم، کلیت هیچ قبله را نمیشناسی که کدام طرف است.
بازو تو خود نمیشه، بلکه وقتی که من پیرو از او هستم یا پیرو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستم یا پیرو حضرت عمر یا ابوبکر صدیق یا بلال حبشی یا بی بی سمیه یا بی بی خدیجه یا بی بی عایشه یا بی بی فاطمه هستم، پس من باید زندگی 24 ساعتی سیرت از اونها را فهمیده در زندگی خود تطبیق بکنم. اگر باز کدام اشتباه شد، باز خداوند ذات رحمان رحیم است، عمی که برای اونها فرصت شفاعت هم میده از رحمت خداوند است، میخواد که تو را از دوزخ خلاص کنه. تو مستحق هستی که یک در روز دوزخ بری، لیکن باز هم برات یک راه خلاصی از دوزخ پیدا کرده، میگه اینه اینقدر خدا از دوزخ نجات دادی، لیکن 5 روزت یا 10 روزت یا یک ماهت مانده، باز می خیرت به دوستای خداوند باش که برای اینا یک راه دیگه جور شوه، این شفاعت شوه تو را از دوزخ نجات بده. این هم از رحمت خدای عزوجل است که حتی میخوای که بر کسایی که معصیت کردن گناه کردن بازم اینا را به دوزخ نبرن. پس یک انسان مسلمان موحد همیشه عقیده به چی میداشته باشه؟ به وحدانیت خداوند و به توحید خداوند و به مهربانی خداوند و به نزدیکی خداوند به این عقیده میداشته باشه. لیکن یک کلمه را آخری برتان بگم که خداوند نزدیک است، لیکن باید اتو نفکر نکنی که مثلا ما برای این نزدیک هستم مثل ما دو نفر، ما مخلوق هستیم، این نزدیکی مخلوق است، اما نزدیکی خالق با ما چه قسم است؟ الله هو الرحمن، الله هو المنان، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد is the messenger, Allah is our return. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad is the messenger, Allah is our return. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. الله أكبر، الله أكبر.